که در نگاه تو خورشید خفته است سرما مرا به نام تو آغاز می کنم به یاد خدای بخشنده و مهربان و با ذکر روز یکشنبه یا زلجلال و اکرام ای صاحب شکوه و بزرگواری برنامه روشنار امروز با ذکر روز یکشنبه آغاز کردیم و تقدیم حضور شما هموطنانه خوب میکنم امید دارم در جایی که هستین جور من باشین در کنار اعضای خانواده محترمتان بیننده برنامه روشنا باشین و اما بسیار خوش آمدید میگم به شما عزیزان با برنامه روشنا همراه شما عزیزان هستیم و بسیار بسیار خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشیم خب نمبر واتساپی ما را هر روز برای شما عزیزان بیان میکنیم زیرنویس نویس هایتان میشه و امید داریم که با ما حتما در ارتباط باشین مثبت 964 780, 255, 40, و اما میتونین از طریق فضاهای مجازی هم ما را دنبال کنین از طریق یوتیوب، آپارات، انستاگرام و برحال فضاهای مجازی در اختیار شما عزیزان هست که با ما از این طریق هم میتونین در ارتباط باشین و ما را دنبال کنین خب خواهر خوب ما خانم سجادی در ایسیدیا هستن سلام علیکم میکنین خدمتشان و خوش آمدید میگیم سلام عرض میکنم با نام یاد خدا و سلام به همه بیننده های عزیز انشالله که صحتمند باشن و هفته ایشان را با روز شنبه دیروز گذشت و یک شنبه که امروز باشه انشالله آغاز هفته خوبی داشته باشین بله تشکر میکنم خانم سجدی عزیز و خوش آمدید میگیم به شما عزیزان و همچنین بیننده های عزیز خب دوستای عزیز همیشه در جریان هستن که ما روزهای یک شنبه و همچنین سایر روزها در رابطه با مسائل مختلفی همراهشان گفتگو میکنیم صحبتهای های زیاد داشتیم همراهشان و اما امروز در رابطه با نقش رسانه میخوایم صحبت کنیم ای که رسانه چقدر میتونه تربیت در نقش تربیت اطفال کودکان و اعضای خانواده میتونه بسیار مؤثر باشه خب خانم سجادی ما امروزه خب به حال رسانه حرف بسیار مهم میزنه و بله. اکثر خانواده ها اکثر افراد تمایل بسیار زیاده دارن بر رسانه که عمده او هم تلویزیون هست که از, بله. از طریق از او میتونن بسیاری از مسائل های آموزشی، تربیتی و سرگرمی را مشاهده کنن و ببینن و خصوص در این جمع کودکان و اطفال ما هستند که علاقه بسیار زیاده دارن نسبت به تلویزیون و بر حال او برنامه, برنامه هایی که از این طریق برای اونا نشر میشه حالا میخوایم نقش اینها را در تربیت کودکان و اطفال ما بررسی کنیم بله تشکر از مقدمات شما خب ما با مقدمه شروع می‌کنم نسبت به اینکه جامعه الان ما چقدر نسبت به گذشته پیشرفت داشته ما اگر نگاه کنیم پیشرفت در علم پزشکی بسیار داریم در گذشته شاید بسیار بیماری ها بود که مهلک بود و تلفات زیادی به بار می‌آورد ولی کن الان خیلی علم پزشکی بسیار پیشرفت کرده از این طریق خب اگه مقایسه کنیم بیماری ها هم گسترده تر شده میبینیم که بیماری های جدید نه جدید که حال که یک بیماری که همگیر شده و کل جهان درگیر خودش کرده خب یک نمونش همین کرونا یک نمونهش است پس میبینیم با توجه به پیشرفت علم پزشکی بیماری ها هم همجوری به طبع گسترده شدن و پیشرفتهتر تر شدن علتی که بیماری ها گسترده شدند به خاطر چیز به خاطر تغییر در سبک زندگی هستش مم. یعنی سبک زندگی قبلا یک رقم دیگر بود ولی حال به یک سبک زندگی متفاوت و جدیدتر نسبت به ایجاد شده در بین خانواده ها یکی از عواملی که سبک زندگی ها رو تغییر داده همین مسئله رسانه و تلویزیون هستش مم. حالا رسانه ابعاد گسترده داره فضای مجازی هست بازی های هست اینترنت هست و بسیاری از اه، اه، انتشاراتی ها و کتب اینها همه جزء رسانه ها گفته میشه اما بحث عمده ای که خانواده ها با او درگیر هستند و فضای جامعه زیادتر از او استفاده میکنند مبحث تلویزیون هست اینکه چقدر استفاده میشه از تلویزیون خیلی در خانه ها جا باز کردن برای خود بله. و اینکه همه اعضای خانواده یک جای میشینن و شاید یک برنامه های مختلف هستن بله ای که تلویزیون حال شده جزوی یکی از اعضای خانواده و این جایگاه خاص خودش داره مهم. و حتی بعضی وقتا خلاهای های عاطفی روحی و خیلی از در واقع تنهایی را ها. سعی میکنن با تلویزیون برطرف کنن مهم. ما این در این جلسه میخوایم بپردازیم که تلویزیون چه تأثیری بر تربیت فرزندان ما میگذارد چه تأثیری بر جسم و جان نحیف اونها میگذارد و چه تأثیری بر آموزه های ادبی اونها و تأثیرات فرهنگی و ارزشی فرزندانمان خواهد گذاشت اول از همه میپردازیم به بحث تأثیرات جسمی تلویزیون بر تربیت فرزندان قبل از اینکه من بپردازم به اینکه نکاتی که نسبت به اینکه تلویزیونی شدن و استفاده بی رویه و عدم مدیریت در استفاده تلویزیونی چه تاثیرات سوی بر تربیت و جسم و جان فرزند ما داره متذکر میشم که تلویزیون یا رسانا هر کدامشون یک روی کردی دارند هم می شود که از اونها استفاده بهینه کرد هم می شود استفاده نابجا کرد میشود می شود که آنها رو گزینشی استفاده کرد میشود می شود مدیریت کرد نوع برنامه ها مقدار دیدن که درست. مقداری که وقت می برنامهها برنامه ها رو می بینن و اینها می اثرات سوش رو کم کنه خب حالا چه وقت میشه که اثرات سوء دارم وقتی که تلویزیون به عنوان یکی از پرکننده ترین اوقات افراد باشه یعنی که بیشتر وقت خانواده و اطفال امرای تلویزیون باشه مهم. و ای که زیاد از حد استفاده شد اثرات نابجای خودش میماند یک اثر که بر روی جسم و جان فرزندان ما میگذاره چاقی هستش <applause> خب میگه چرا هم میشه که تلویزیون باعث چاقی اطفال ما میشه ببینید وقتی طفلی که سرگرم بازی و تحرک هست خب این سوخت و ساز بدنش تمین میشه بعد ورزش میشه. یک نوع ورزش آه. میشه, فعالیتهای فعالیت های جسمی که باید انجام بده همگیشان انجام میشه اما این طفلی که شما در نظر بگیرید پشت تلویزیون نشسته و اینکه چهار ساعت یا پنج ساعت پوش تلویزیون داره برنامه ها رو نگاه میکنه گاهی وقت میشه که این برنامه انقدری را مجذوب میکنه که حتی ما بین اون 3-4 ساعت یک تحرکی نداره و این تحر، عدم تحرک باعث چاقی بر اون طفل ما میشه بانه. و این چاقی خب تبعات خاص خودش رو داره مم. که مشکلات تنفسی میاره و دیگه مشکلات ای دیگه که بر افراد چاق حاصل دقیقا. میشه حتی گاهی وقتا در حین دیدن از او کوشش میکنن که یک چپسی یک کیبیان کیلوم... میل کنن و حتی بعد از او با دیدن مثلا بعضی از برنامه های طولان مدت از او به خوابم برن بله بله نکته خیلی خوبی گفتید گاهی وقت میشه که هم مصروف میشن به خوردن چیزی و همطوری به خوابم هم میرن 5 6 7 ساعت بدون تحرک اینها هستن و گاهی وقت هم هست که این برنامه های تلویزیونی خودشون این عادت های غذای نادرستی رو برای اطفال ما معرفی میکنه مثلا ذائقه اونها اگر که مادر کوشش میکنه که برای اونها نانی بده نمیفهمم کدام ترکاری بده میوهی بده در برنامه تلویزیونی تبلیغاتی که میشه یا برنامههایی که نشان داده میشه خب نشان میده غذاهای چرب غذاهای شیرین و غذاهایی که برای سلامتی مضر هستند و چاق کننده هستند و اطفال با پیروی از این برنامه ها الگوگیری میکنند و نوع ذاقه غذایشون تغییر میکنند بله بله. و دیگه از مشکلاتی که بر جسم و جان اطفال زیبا و دوست داشتنی ما خانواده ها ممکنه آرز شوه یک مشکل در خواب اطفال ما هستش ببینید خواب در آموزه های اسلامی ذکر شده که یکی از منبعه های آرامش هستش همونطور که در روایات زیاد آمده که در چه زمانی بخوابیم در چه زمانی بیدار شویم برای سلامت جسم و جانمان خوب هست در سوره نبع و جعلنا نومکم صباتا آیه زیبایی است که میگه و قرار دادیم خواب را مایه قطع کردن قطع کردن از چی قطع کردن و بریدن از کارها و به سمت استراحت و آرامیدن در وقت خاص خودش هستش داری. که این وقت آرامیدن و آرامش گرفتن از خواب در آیات دیگری اومده که شب مایه آرامش هستش و این وقت خواب که برای ما توصیه شده که ما حتما در اون ساعت بخوابیم آرامش بگیریم در آیات روایات آمده که حتما شب باشه و قشنگ کامل به صورت مفصل ذکر شده که مخصوصا بعد از نماز عشا اگر باشه بله چقدر زود و چقدر زود مخصوصا نیمه اولش کشار کنن خانواده خب باعث سلامتی میشن بله بله ام. خب بعد نگاه کنیم که الان برنامه هایی که سمت شب هستش نگاه میکنن ساعتی چند بجه میشه یازده بجه میشه این سریال ها را دیگه بعد ساعت ده یا بعد از ساعت نو میمانند بله و این یک به همریختگی در نظم خواب خانواده ها به وجود می آید و او خوابی که آرامش بخش باشه و موجب رشد و اطفال میشه جلوش گرفته میشه بعد حالی که اختلال در خواب به وجود میاد این اختلال در خواب نمودش رو تو رفتارهای اطفال ما میبینیم میبینیم اگر میبینیم که یک نوزاد چند ماه هست زیاد گریان میکنه مادرش میگه طفل بد خواب شده آه. چرا که میفهمه این خواب سعی نداشته و این گریه و ناله میکنه بله بله یعنی که نارام خوا... خوابی باید بیتابی و نارامی میشه بله بیتابی و نارامی فقط در خردسالا نیست در بزرگام هم حتی میتونه در کلان باشن. هم هست آه. بله ای که میبینی اطفال چهار پنج سال است روز روز و شبش خوابش هر کدام سعی نبوده و میبینی که شرارت میکنه لجاجت میکنه بدخویی میکنه و این علتش چی میتونه باشه ایه که خواب سعی نداشته والدین عزیز گاهی وقت میشه که نگران نوع قضا خوردن طفلشان هستن یعنی میگه که این کدام مشکل تغذیه نگیره سوی تغذیه نگیره ولی انشالله که خانواده عزیز ما همگی متوجه هستن ولی گاهی وقت میشه که اصلا توجه ندارن به خواب فرزن. در حالی که ما شاید بالغ بر 160 بیماری است که ناشی از مشکلات خواب هستش <applause> پس یکی از نمودهای اختلال خواب که ما به دنبال تماشای تلویزیون در زمان صحیح و عدم مدیریتش هست همین که بدرفتاری و کچخلقی ها هستش امه. خب ما برای خواب سفارش شده که مقدار زمانی که میخوابه چه اندازه باشه مثلا شش یا هشت ساعت باشه بس. و در چه زمانی باشه که ما ذکر امه. کردیم که در آیات روایات در زمان شب در نیمه اول شب مخصوصا اگر هر کدوم از اینها رعایت امه. نشوه خب مشکلات خاص جسمی و تربیتی خودش رو به دنبال میاره و این چقدر ایجاد میکنه وقتی که شو دیر بخوابند صبح مسلم است که دیرتر از خواب میخیزن بله. و این بین از میا باعث میشه که در حال بدخلقی کچخلقی و بسیاری بله. مسا... حتی به مسائل رشد بدن چقدر میتونه موثر باشه ای بله بله دقیقا اصلا یک هورمونی هستش که اگر کسی سعی بخوابه هورمون سیری به اندازه ترشح بله. میشه اگر کسی صحیح نخوابه خواب شایسته اونطور دقیقا. که باید برای جسمش آرامش بخش بره او هورمون سیری به اندازه ترشح نمیشه مم. و این شخص در حال خوردن زیادتر از بله. معمول هستش پس یکی از طبعات اینکه مشکلات خوابی که در پی عدم مدیریت صحیح تماشای تلویزیون هست همین پرخوری هستش بعضی وقت میشه اطفال در سن هستن هیچ متوجه مطالب درسی نمیشن او تمرکزی که باید داشته باشن را نمیدارند چرا؟ چون که کیفیت خواب بر کیفیت بیداری تاثیر میگذاره همینطور که ما بزرگترها اگر که خواب سعی نداشته باشیم روز بسیار کلافه ایم آزرده ایم تمرکز نداریم و مطالب رو شاید اونطوری که باید متوجه بله. نشیم و این کم بود خواب هم گفتیم که ارتباط داره به دیدن تلویزیون بیش از حد و بله. نامنظم بودن از او که موضوع برنامه ماست بله بله آه. دقیقا همین مسئله است و یک مسئله بسیار کلانی که بعضی خانواده ها مراجع میکنن میگه من تفلیم چار پنج ساله شده هنوز یاد نگرفته که صحبت کنه گب زدن بلد نشده خب این چرا بعضی وقت یکی از عمده ترین مشکلاتی که تکلم و گفتار اطفال ما دچار مشکل میشه به خاطر عدم ارتباط صحیح والدین با کودکان مم. هستش طفلی که در خانه است اول گب زدن از کی یاد میگیره از پدر و مادرش چرا چون که بیشتر وقت همراه پدر و مادرش است هر روز کلمات جدیدی یاد میگیره بله دیگه از همون طفولیت آموزش بله. شروع میشه بله و یادگیری بله یادگیری زبانی رقم نیست که بروند اطفال ما کتاب یاد بگیرن مهم. و بتوانند صحبت کردن یاد بگیرن بلکه یک ارتباط دو طرف است وقتی طفل ما همراه مادرش صحبت میکنه مادرش تشویقش میکنه بیشتر برایش آموزش میده این باعث میشه که تکلم و گفتار و طفل به صورت صحیح شکل بگیره یک آزمایش رو انجام دادند که نوزاد چند ماه تا بچه سه چهار ساله رو در معرض اسوات شنیداری قرار دادند در عرض یک ساعت بعد مقایسه کردن دیدن این طفلی که چهار ساله است سه ساله است وقتی که در کنار پدر و مادرش هست این 770 کلمه بیشتر رو میشنود داله. ولی و ای در یک تعامل دو طرف است ولی شما در نظر بگیرید ای که در تماشای تلویزیون میشه خب چقدر محروم میشه از این تعامل دو طرفه و اسوات خب حالا ممکنه که کم و بیشتر باشه هیچ علائم تشویقی ممکنه نباشه و او تکلمی که به صورت کامل و سالم هست براش ممکنه شکل نگیره یکی از طبعات جسمی زیاد تلویزیون نگاه کردن و عدم مدیرت صحیح تماشای تلویزیون یکی که ذریب هوشی و خلاقیت بچه های ما دخترک های ما را خاموش می کنند وقتی ذریب هوشی بله ذریب هوشی و خلاقیت اینها رو خاموش می کنند باز خانم سجادی البته نه فهمت های در این مورد سال فکر نکرده بودم ولی خب تو فکر میکنم که کمکه مثلا تلویزیون با برنامه های متنوعی که داره و به هر حال چیزای خاص آموزشی رو در نظر میگیره من اینطور فکر میکردم که میتونه به خلاقیت کودکان کمک بیشتر موثر باشم. بله بله تایی که مثلا در داخل خانواده والدین مثلا مادر شد و قدم نتونه به خلاقیت کودکانشان چون امکانات نداره به هر حال یا فضای آموزشی صحیح نداره بله ولی خب تلویزیون میتونه داشته باشه نه این نظر من بوده نه اتفاقا خیلی گفتان. سوال ماست که الان شما پرسان میکنیم گفتان به جا سوال بسیار از آه. بینندگان ما حتما شاید بود ای که بعضی برنامه ها خب با رویکرد کرده ارزشی و نگاه تربیتی به فرزندان ما برنامه تولید میکنن شکی برش نیست بس سو... بستگی به نوع برنامه ده. بله ام. ولی حتی حالا نوع برنامه هایم که اینها برنامه هایی که نگاه تربیت مدار به تربیت فرزند ما دارند اینها هم خب یک نگاه یک است شما اگر نگاه کنید فرزند ما برنامه تلویزیونی نگاه نکنه خودش میبینی که میری میره سر دسترخان نمیفهم اون برش سنگ میمانه چوب میمانه خانه درست میکنه هر چیزی که اطرافش باشه الماریا رو باز میکنه ظرفا رو جای به جای میکنه اینها مثال هایی بود که ما گذاشته درباره بازی ها بر تربیت فرزندان گفتیم اینها خودش روش خلاقیت و ذریب هوشی فرزندان هست پس وقتی در تعامل فیزیکی با اجسام قرار می گیرن، خلاقیت اینها بیشتر میشه پس یک گپ مهم است که باید به صورت عملی خودش در ارتباط باشه بله ولی وقتی پشت تلویزیون میشند اینها خب از اون حالت ای که خودش ای که بره مصروف جایی بشه ای که ای ما با بازی کنم چی رقم میشه اینها دیگه ازش محروم میشه حتی میگه گزارش شده در تحقیقات که بچه هایی که اطفالی که سه تا چهار ساعت در روز دارن تلویزیون نگاه میکنن اینا به مشکلات توجه حتی بعضن مواجه میشن و این خب اثر بسیار, بسیار بدی داره که اینها وقتی که توجهشان کم شود تمرکز و یادگیریشان کم میشه و بسیاری از مشکلات دیگه ای که حاصل میشن و چقدر رسانه نقش مهم دارد در این زمینه بله. کوشش کنند که برنامه های تولید کنند که بر اساس کنجکاوی های کودکان باشه ای که بتانن خلاقیت آنها را طور تربیت کنن که واقعا بتانه همزمان با برنامه هایی که از تلویزیون میبینه یا بتانه همون حس کنجکاوی خودشه و حس او خلاقیت هایی که در وجودش هست همونا رو هم همراه او پیش ببره بله بله دقیقا سخت اگر است از برنامه تولید کردن هم بسیار سخت هم تولید است برنامه کودکان... هم... بله هم تولید برنامه هنر است خب ما که نمیتونیم برنامه ها رو در واقع همه خانواده ها دخیل باشن که سفارش بتیم که چه برنامه های باشه بله. یک هنر که میتونیم داشته باشیم که مدیریت کنیم چه برنامه های اطفال ما ببینند امه. و ای که حتما توجه داشته باشیم که اگر که تماشای برنامه هم حتی اگر هم مفید باشه زیاد از حد هم باشه باز مشکلات خاص جسمی و تربیتی خودش نداشته باشه چون گاهی وقت میشه حتی برنامه های مثبت هم بسیار دلانگیزه اما اگه او هم از زیاد از حد شد خب میبینی که یکی از مشکلاتی که حال انشالله خواهیم گفت درباره مشکلات تربیتی رابطه عاطفی والدین دچار مشکل میشه شما در نظر بگیرید که برنامه مفیدی هم باشه 6 ساعت 8 ساعت ایتف مصروف برنامه میشه و هیچ ارتباط عاطفی و دلبستگی همراه پدر و مادرش ایجاد نمیشه مم. پس حتی در میگه که هر چیزی حتی در خوبی ها هم برنامه های خوب هم ما سعی کنیم مدیریت داشته باشیم که فضای حقیقی دچار مشکل نشه فضای مجازی نیاد قالب بشه بر فضای خانوادگی بسیار خوب خب بازم در این مورد صحبت داریم همراه شما و همچنین صحبت های شما را میشنویم البته بعد از یک میان برنامه خب دوستای عزیز تشکر که همراه ما بودین میان برنامه ای آماده نشت است که تقدیم شما عزیزان میکنم بوی خوش نسیمی دل نواز از دور دست می آید در وجودت تکی از بهشت جا مانده است آنگونه که از چشمانت عطر می تراود روشنای چهرت با افقهای دور و درخشان نسبت دارد ریشت از مقدم ترین رودخانه آب میخورد. خورد نخلها پیش قامتت کوچک می نمایند ای قاسم دوست داشتنی نامت از دهان زمین نمی افتد آزادگی دوست دیرینه تو خورشید همبازی کودکیت و عشق همسفر همیشگی توست پرندگان چشم بر قانون رهایی دوختند می و پنجه در پنجه کوه می افکنی و فرو می ریزیش می و از جای گام های سپیدت درختانی از آینه قد می کشند. بر اسب که می نشینی بارانی از ستاره باریدن میگیرد گیرد محتاب انواج نگاه توست که بر دامن آسمان می ریزد لبهای ترک خورده ات سال هاست فرات را سر در گریبان نگه داشته است صفحات آن ظهر سرخ را ورق میزنم رد نگاه های پر حیبت توست که بر جامی میخ کوبم میکند چهره در آن ظهر داغ مثل ماه میدرخشید چه دلیران جنگیدی از نگاهت قمی قم بارید اشتیاق تو زبان زد شده وقتی که دیدند بند یک کفش تو از آتش رفتن باز بود این چنین زخم فقط قسمت تو تنها بود تو یادگار برادر هستی و عزیزتر از جان واجه ها در برابر تو چقدر کوچک و حقیر میشوند وقتی مرد در چشم تو شیرین تر از اصل است بله شما والدین عزیز که همیشه و همیشه به فکر تربیت صحیح اولادایتان هستین و کوشش میکنین که این مسئولیتی که به عهده نه به خوبی انجام بتین شما عزیزان بیننده برنامه روشنا باشین و شما والدین عزیزی هم که تا با حال در مورد تربیت صحیح اطفال و کودکانتان فکر نکرده بودین البته فکر نمیکنم کمچه یک والدینی بیننده برنامه ما باشم میفهم که تمام شما والدین عزیز شما پدرها و مادرهای عزیز همگی شما احساس مسئولیت داره نسبت به تربیت فرزندانتان و بسیار علاقه من هستیم که آنها را به بهترین وجه تربیت کنین و تقدیم جامعه کنین پس همه شما بیننده برنامه روشنا باشین تا آخرین لحظات و امید داریم که بتانیم همه این موضوعاتی را که میشنویم در زندگی یک به یک عمل کنیم تا اینکه که اون را در آینده ببینیم شاید فرزندانی باشیم که آبروی خانواده و جامعه را به بهترین وجه برای ما و شما نشان بتن در آینده فرزندانی که بتانیم بگوییم که گلهای باغ زندگی ما و شما هستند. اما میشنویم از خواهر خانم سجادی که باز چه نکات تربیتی صحیح را برای ما و شما از آن بیان میکنند خانم سجادی بفرمایید بسم الله الرحمن الرحیم مجدد سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز خب همطور که از قبل از میان برنامه همراه ما بودید مبحثی که امروز ما صحبت کردیم درباره تاثیرات تلویزیونی شدن و رسانه بر روی تربیت فرزندان و بر جسم جان فرزندان صحبت آه. کردیم تعدادی از عوارض و طبعات تلویزیونی شدن بر جسم فرزند ما گفتیم که مشکل در چاقی ایجاد میکنه مشکل در خواب اطفال ما ایجاد میکنه با توضیحات مفصل گفتیم همراه ما بودن و مشکلات در خواب گفتیم باز هم مشکلات خاص خودش داره که پرخوری میاره و کیفیت بیداریش پایین میاره و بسیاری از رفتارهای کچ خلقانه و بله. لجوجانه و شرارت انگیز چون خواب صحیحی نداشته از دیگر مواردی که ذکر کردیم در توانایی تکلم اونها دچار مشکل میشه چون ارتباط دو طرفه با والدین قطع میشه ضریب هوشی و خلاقیت اطفالمون دچار مشکل میشه یکی از مشکلات که تلویزیونی شدن و تماشای بی حد و اندازه و بدون مدیریت صحیح تلویزیون بر اطفال ما حاصل میشه مشکل در بینایی هستش نگاه کنید اگر که زیاد خیره شد و چشم ما به تلویزیون فشاری بر چشم ما حاصل میشه و این فشار تبعات خودشو داره وقتی که نگاه کنم به صفحه نمایشگر به مدت طولانی دارن نگاه میکنن اطفال ما مشکل نزدیک بینی چشم براشان ایجاد میشه به خصوص که فاصله کم باشن بله و این خیلی تبات بعد خودشو داره که بعدا ممکنه که چشمشون حتی آسیب های بیشتری هم ببینن خب حال ما بپردازیم که چه مشکلاتی بر رفتار و تربیت و منش اطفال ما چه تأثیراتی تلویزیون نگاه کردنی بیش از اندازه بر اثرات تربیتی فرزند ما میگذارد یکی از بزرگترین اثرهاش اینه که مربیش عوض میشه یعنی چی عوض شدن مربی ببینید وقتی که فرزند در خانه دنیا میایه یکی از نمونه ترین مربی ها و دلسوزترین مربیها و ترین مربی ها و خیرخواهترین ترین مربی ها کیست والدین والدین هستش بله ولی وقتی که این ارتباط بین والدین و فرزند به اندازه محدودی شده به طوری که طفل ما شش ساعت چهار ساعت پشت تلویزیون هست مربیش میشه او خاله ای که پشت برنامه است مربیش میشه هر کسی که پشت او برنامه های تلویزیونی هست خب شما در نظر بگیرید وقتی که یک برنامه تلویزیونی یک خاله یا یک کاکای کاکانامی برنامه بر اطفال ایجاد میکنه با کلی تشویق حتی شاید هنر نمایی کنه که آفرین بچه های خوب دختر کای نازمه نا. قندول مه چقدر خوبه که تو این برسک دندان کشیدی آه، بله. خب میبینی که ای بر خودش وقت خواه ممکنه که انجام بده امور نظافتی و بهداشتی رو. اما شما در نظر بگیرید اگر همین رفتارش رو والدینش مادر یا پدرش برش اوه. یادگیری یاد بدهد مگه که دختره که نازم سر او رو بالای پای خودش میمانه آغوشش میکشه اوه. میگه تو چقدر زیبا و مقبول هستی وقتی دندان های خودت بورس میکشی مقبول تر میشی خب شما در نظر بگیرید این طفل حال بعد از اینکه مادرش با این شیوه محبت آمیز برش یک سری اصول تربیتی رو آموزش میده پشت بند او یک ارتباط عاطفی هم ایجاد میشه بین دخت بساب او تفل و والدینش خب. میره بورس دندان خود میکشه امه. و مادرش خوش میشه میگه آفرین تو چقدر دختر خوبی امه. هستی تو چقدر بچه خوبی هستی من... البته اگر مادرها حوصله یه قدر گپ داشته باشن الحمدلله که مادرای عزیز وطن ما نمونه ترین مادرها و مهربانترین و دلسوسترین مادرها هستند و بسیار کوشا هستند در تربیت ام. اولادایشان پس یکی از بزرگترین اثرات تلویزیونی شدن یکی مربی اطفال ما تغییر میکنه یعنی منظورتون است که گاهی وقتا اگر والدین نکته را یا یک موضوعی را به طفل بله. خودشان بگوین طفل شاید بگوید که مثلا او خاله یا کاکایی که در تلویزیون است او یه قسم نگفته توریست مثلا آی توریست منظورتان مثال که او یک چیز دیگه گفته یا که گپ مادر خود گوش نکنه ببینید ای که او کاکا یا او خاله یکی از ایدئال ترین صحبت های ما هستش شاید که یک برنامه نامناسبی باشه و او یک مربی نابجایی باشه همطور که صحبت میکنیم خیلی از برنامه های تلویزیونی خشونت ها رو بر طفل ما آموزش میده از نگاه طفل او تلویزیون یک, انسان، یک موجود معصوم می هست چرا چرا که میبینه وقتی دسترخان پهن میشه پدر مادر خواهر برادر دور همی دسترخان دارن نانچاشت میخورن با برنامه های او خنده میکنند با برنامه های غمگین او غمگین میشوند پس میگه این یک موجود معصومی هست و از او الگو برداری میکنه و از او یاد میگیره که این رفتارها صحیح است ما در سطح ایدئالش گفتیم که یک خاله ای که توی برنامه دلست. کودک هست شاید این رفتار را داشته باشه ولی باز هم به اندازه مربیگری والدین موثر نمیتونه باشه چون مربیگری والدین با عطوفت و خیرخواهی آه. و اینکه خاصتا برای طفل خودش یک مربی است اما کسی که برنامه تلویزیونی رو داره ایجاد میکنه برای هزاران اطفال داره برنامه رو ایجاد میکنه و او رابطه عاطفی ایجاد نمیشه پس یکی از اثرات که در خلال عوض شدن مربی گفتیم آه. یه که حتی بعضا برنامه های خشن برنامه های ترسناک اینها برای طفل ما یکی از برنامه های ایدئال هستش برنامه نمیبینه بلکه به صورت واقعی اینها فرض میکنه که در زندگی باید همین قسم رفتار داشته باشه بله بله بعضی والدین شکایت میکنن که ما نمیفهم چرا اینقدر این لاتو میکنه خوردشه یا بیادر خوردشه یا بیادر کلانشه بعد یک کم دقیق تر میشیم میبینیم که این با کدام برنامه کارتونی رو دیده یا کدام برنامه که همراه کلانترش در جمع خانواده آه. دیده و از او خشونت و رفتارهای تند و تیز بله. رو آموخته خب علاوه بر از که مثلا برنامه های تلویزیونی از آل خانم سجادی مثلا ما سیدی های مختلف ها را میبینیم بله. که ها تهیه میکنن مثلا دو برنامه های کودک یا فیلم های هست بله. سعی میکنن و بسیار از هست بله. مثلا از پی اس هست که اونا را میمانند و بازی است که در اون خشونت به وجود دیده بله، میشه بله. بسیارم بسیار هم علاقه مند هستند به خصوص حالا بچه که حالا سال هستند یا حتی کلانتر بله. هستند بله. این بازی ها را وقتی که میبینیم ما مثلا کشتی کج هست دارن گیم بازی میکنن با همون بله. خب این اینا کل از اینا میتونه یک نحوه مورد تربیتی باشه برای بعد اولاد ما مشکلات تربیتی ایجاد میکنه خب نگاه کنید برنامه های خشونت آمیز ها نگاه میکنن یا بازی های خشن رو انجام میدن امه. بعد میبینیم که او طفل دچار مشکل شب ادراری شده امه. یا اون طفل ترس داره از تنهایی برای طفل چهار ساله آدیست که از تاریکی شب یک مقداری عادی که از تاریکی شب ترس داشته باشه هم خب یک... پنج دقیقه بیشتر فرصت آه. نداره این. به خدا انشالله که مفید اثر واقع بشه یه زمانی مم. که داریم و میبینیم که بعضی مشکلاتی که طفل ما ترس از ارتفاع یک دو پله دو زینه میخوای پایین بیایه و میترسه به دنبال میگردیم که چه علتی باعث شده که ای طفل ما به اینجا رسیده به خاطر همون برنامه هایی که نگاه کرده همراه کلانترانش و کلانترهای برنامه هایش در سطح سنی خودشان باشه و او برای طفلی که همراه اونها نشسته مناسب نیست آه. پس یکی از پیامدهای های تربیتی اینکه الگوگیری از رفتارهای خشونت آمیز و روحی لطافت طفل رو از بین میبره ام. یک مشکلی داریم که به نام اعتیاد پله ای وقتی سطح هیجان رو تا یک اندازه تجربه کرد کسی بعدش سطح هیجان بعدیشون میخواد بالاتر باشه وقتی یه برنامه خشونت آمیز به تکرار نگاه کرد دفعه بعدی خشونت از او بالاتر براش هیجان داره آه. و رفتارهاش هم در زندگی واقعی همینطور هر روز خشونت آمیزتر و ام. حیجانی تر تخلیه میکنه رفتارهایی که انرژی خودش رو باید تخلیه کنم و یک مبحثی که بسیار جولان میکنه در تمامی کشورها مخصوصا خانواده هایی که سطح فرهنگی خودشون رو تطبیق ندادن با ارزش هایی که در اصول رفتاری خود خانواده هست درست. یک بحث الگوگیری هستش <متحد> یعنی الان در تحقیقات به دست اومده که هفت درصد افراد تحت تاثیر شخصیت های تلویزیونی شدند یعنی تمام اهداف دقدقه ها و حساسیت هایی که به نام او شخصیت تلویزیونی هستش <متحد> اگر فوتبالیست است <متحد> اگر بازیگر هست اگر خواننده است یا اگر هر کس دیگه میتونه باشه در برنامه های تلویزیونی مردم از او الگوگیری گیری میکنند. حالا شما در نظر نحوه لباس پوشیدن از نحوه به حال تیپ و مدل و گپا بله دق, دق, دق ها شما نگاه کنید که چقدر از مردم ما کسایی که برجسته شدن در سطح قرآنی در سطح علمی در سطح در سطوح بالا چه تعدادی از اینها که ما بگیم قابل توجه باشن الگوگیری کردن از شخصیت ما بازیگرها و تمام کسایی که در برنامه تلویزیونی هستن زیر سوال نمیبریم مم. اما اونها پشت نگاه یک نویسنده و کارگردان دارن یک برنامه را اجرا میکنند و اون نویسنده و کارگردان حتما نگاه تربیتی نداره ممکن است نگاه اقتصادی داشته باشه یک آه. برنامه رو درست کنه که مخاطب بیشتری رو جذب کنه آه. پس اون نوع نگاه اون نویسنده و کارگردان همسو با نوع نگاه والدین حتما نیسته. نیست 100 درصد طور بله پس الگوگیری صرف از این افراد برای ما قابل قبول بله. نیست به خصوص برای خانوادهایی که نوع نگاه متفاوت هستند بله مخصوصا خانوادهایی که ده که یک تداخل ایجاد میشه یک تناقض ایجاد میشه بین والدین و فرزندان چون فرزندان امکان داره که اونا را بپذیرن ولی بله. والدین نوع تربیت و یا نوع او برنامه که نش میشه علاقه من نیست به او چون بله. علازه تربیتی علاوه شخصیتی با خانواده یکسان نمی باشن بله 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 همینطور هستش پس گفتیم که ببینید با, باعتف... استفاده از تحقیقاتی که به دست آمده وقتی 37 درصد افراد یک جامعه ای شخصیت سازی خودشون بر اساس ام. شخصیت های برنامه های تلویزیونی بوده پس باید ما خیلی این رو به صورت دقیق بررسی ام. کنیم که چه برنامه هایی میبینیم چقدر زمان مصروف برنامه های تلویزیون میکنیم و این امر رو مهم بدانیم پس ما نسبت به عمرات تربیتی که موثر واقع میشه تلویزیون شن... تلویزیونی شدن, بیش از حد اطفالمان و کودکان نوجوانمون یکیش این بود که الگو پذیری و الگو گیری از شخصیت های تلویزیونی دوم ترس و خشونت رفتارهای خشونت آمیز اطفال ما و یکیش ضعف فرهنگ مطالعه میشه. درست. متاسفانه سرانه آمار مطالعه نسبت به جامعه ما حالا نمیگیم خیلی پایین بوده ولی حالا به اندازه قابل توجهی نیست که ما خوش باشیم که جوانای ما خیلی کتاب محور هستند. درست. خب تلویزیون بنا خب. ویژگی های خاص خودش جذابیت های ظاهری سمعی و بسری که دارند این گوی سبقت رو نسبت به کتابخانی گرفتند مگر که ما توجه داشته باشیم که برنامه هایی که اندوخته علمی بر ما اضافه میکنند بسیار عالی ای که کتاب و کتابخانی را حتما جایگزین کنیم البته صد درصد جایگزین نمیشه ولی خب یک چند درصد میتونیم جایگزین تلویزیون و یا امثال او داشته باشیم باید. بسیار عالی تشکر میکنیم خانم سجادی عزیز امیدوار هستیم که در روزهای آینده با هم همچنان از صحبت های خوب شما استفاده ببریم خب. خب از دان بیننده از شما هم تشکر کمراه ما بودین از شما می میخواییم که برنامه رزی داشته باشین ساعت دا دوازده بجا به وقت کابل حتما بیننده برنامه ما باشین و از حضور گرم یکی یک شما عزیزان می میکنیم با اتفاق خوهر خوب خانم سجادی و امیدوار است وقت پیروز و موفق باشه نماز اول وقت هم فراموش نکنین لحظات ملکوتی از آن به وقت کابل نزدیک هست بر برکات و بسیاری از مسائل ها در نماز اول وقت هست موفق و پیروز باشید خدا نگهدار الله سلام الله الله سلام الله علي.